خب تصنیف مرغ سحر از کتاب سپیده تألیف پشنگ کامکار. یکی دوتا نکته رو قبلش من بگم بعد بریم سراغ کارمون. یکی این که ما خرک هفتم نوت ر رو که قبلا کوک نکرده بودیم بعد برای دلکش ماهور کوک کنیم، چون این تصنیف به اینجا هم میره و این بعد کرون بشه. برای دوستانی که وارد نیستن میتونن یکی دو سانت همین حدود تقریبا به سمت چپ خرک رو بکشن که ر به کارشون تبدیل به ر کرون بشه و بنابراین ما دیگه اینجا اینطوری داریم، این ور به کار میشه این ور کرون میشه. نکته دوم اینه که همونجوری که الان دارید رو تصویر ملاحظه میکنی، بخشی از جملات این شعر فقط در واقع کلمات شعر عوض میشه ولی آهنگ یکیست، با این تفاوت که ممکنه روی خرک‌های مختلفی این انجام میشه. بنابراین یک بار این جمله رو آموزش میدیم بعد تو آهنگ هر موقع بهش رسیدیم دیگه مثلا میگیم که همون جمله الف. جمله الف یعنی این که همون جمله‌ای که الان داریم یاد میگیریم دیگه بدون کم و کاست با همون دیکته با همون ترکیب اجرا میشه. اون جمله هم اولین بار در سطر دوم میزان چهارم بهش میرسیم ولی بعداً باز تکرار میشه و ما همین رو الان اینجا یاد میگیریم، همون که از سی شروع میشه، در واقع خرک پنجم شروع میشه. جمله هم به این ترتیب هست. یعنی میگیم سی لا سی لا سول لا از فا فا سول لا دو سی سول لا فا سول و این در واقع که از خرک پنجم شروع شد بعدن میتونیم به با نوت‌های دیگه‌ای مثل دو یا ره یا می حتی خواهید دید که این رو همین رو تکرار می‌کنیم فقط شعر عوض میشه، اسم این رو می‌ذاریم جمله الف. خب حالا بخوام شروع بکنیم از خط اول که من میرم یه بار نوتا رو میگم یه بارم شعر رو با هم اجرا می‌کنیم. فا 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 میره فا مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن فا لا 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 سول فا میره می دو فا لا 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 سول فا میره می فا زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر روز بر کن. اینجا سعی میکنیم که کمابیش به این ریزه ها در که در نوت هست پایبند و وفادار بمونیم. من یه موقعی این ریزه ها رو اجرا نمی کنم برای اینکه ساده تر بشه کارمون و خیلی دیگه بخوایم ریز هم بزنیم و اینا، ولی اون دوستانی که واردترن که خب با ریز اجرا میکنن و اینجا به خاطر خطوط اتصال یا اتحادی که داریم ریز هامون معمولا به نوت بعدی که معمولا راست هست وصل میشه، یعنی ریز تک. اینا که ریز به اشاره بعدی یا چپ بعدی وصل میشه. در ادامه رسیدیم به جمله الف خط دوم میزان چهارم. بلبل پر بست ز کنج قفس درا و همین جمله الف که از سی شروع کردیم حالا از دو شروع میکنیم. نغمه آزادی نوع بشر سرا. فقط یه نکته اینجا داره که نگاه کنید خط سوم میزان چهارم و پنجم رو که همین جمله هست، ما معمولا در سنتور وقتی یه نوتی رو نوازنده در دسترس نداره که ما الان میخواییم بریم رو ره ولی این ره رو نداریم ولی داریم روی خرکای سفید یا سیمهای سفید میزنیم، از یکی دو نوت قبلترش میریم روی موقعیت زردمون که این برای گوش شنونده خیلی غیرعادی به نظر نیاد. میگیم یعنی اگه من تا
سی رو اینجا بزنم بعد بخوام ر رو اینور با چپ بزنم، یه ذره این همین دستم هم خیلی شاید راحت نیست، برای این سی رو هم میاریم بر. خب ادامهش وزن نفسی میگیم، دوباره همون جمله الفه، وزن نفسی عرصه این خاک تو را فا می فا کن. بخش دوم تصنیف در این قسمت هست، به این ترتیب شروع میشه، دو 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 سی لا سی دو سی لا. و بعد در خط بعدی یک واخونی داریم که رو شعر نیست، واخونامون زینتامون رو شعر نیستش و از این می اگر دو کوک شده باشه میتونیم اجرا کنیم. حالا که من این می خرک اولم همون می کوک شده، دو کوک نشده، میتونیم از همون دو خودمون استفاده کنیم. اینطوریه. در واقع این فضای خالی مکس سکوت بین این دوتا بیچه رو که من بعد این رو تکرار بکنم با این نوازنده پر کرده که در اجراهای مختلف میتونید نگاه کنید ببینید که چه کار انجام. پس حالا میشه ظلم ظالم جور سیار رو لا وایسادم، تکرار میشه ولی موسیقی همونه، آشیانم دار برباد. خب خط ششم رسیدیم، میزان دوم که دیگه در واقع ای خدا ای فلک رو باید بخونیم. الان میگیم میگیم سی ره دو سی و یه نوت پایین تر. و اینجا اینا سه بر دو هاییه که ما به عنوان پاولخی میشناسیم و میشماریمشون. اینطوری روی با دست چپ دو تا به ازای هر یه راست ضربه زده میشه، اینا رو قبلا هم توضیح دادم، میشه فا سول لا سی دو. و بعد دوباره همون جمله که اینجا داشتیم که از سی شروع کردیم اینجا الا شروع میکنیم، اینم که داشتیم قبل. پس میشه ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما. خب خط هشتم قسمت سوم تصنیف رسیدیم که به دلکش میخواییم بریم و به این جاها کار داریم، دو 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 سی لا سی دو، دو بهار است گل بار است. تکرار جمله موسیقی با شعر جدید، ابر چشمم جال بار است. مثلا اینو قمر، اون که میگفتم قمر مثلا اینو اینجا به پرده دلکش رفته و برگشته، یعنی تحریر داده. مثلا اینطوری یه چیزی تو این مایه ها میشه، ابر چشمم جال بار است مثلا، یه همچون چیزی که زیباتر میشه. برای همین ما این نسخه مختلف رو اگه گوش بدیم خیلی ممکنه به ما ایده بده. خب خط آخر از این صفحه اول این تصنیف که روی سفید ها میاییم میگیم که سی لا سی دو ره می ره دو، از همین دو میگیم دو فا می، اینجا میشه ره می ره دو ره دو. حالا اینجا یه دو را هم داره، اینطوری حالت تحریر پیدا می کنیم. و شعرش میشه این قفس چون دلم تنگ و تاره. خب در ادامه صفحه دوم این تصنیف رسیدیم به همون جمله که اسمشو گذاشتیم جمله الف و مشخص کرده بودیم و این یک جمله تکرار شونده بود در این تصنیف، و اینجا از می شروع میشه و دیگه من نوتاشو نمیگم چون بلدیم، فقط شعر رو میگیم، شعله فکن بر قفس ای آه آتشین.
یه نوت بالاتر یعنی از فا. دست طبیعت کل عمر مرا مچین، با سل میریم خرک پشت خرک و سل. برای اون دوستانی که اینجا میخوان از این فا استفاده بکنن به جای این فا هم میشه، ولی فکر میکنم راحت تر همین ور باشه، فقط یه سل چون میریم اون طرف. در ادامه جان به عاشق نگه ای تازه گل از این. پس این جمله الفمون رو اینجا سه بار تکرار کردیم، با شروع می، با شروع فا و دوباره با شروع می. خب رسیدیم خط چهارم که به این ترتیب میشه رسیدولا، و این حرکت از زرد به سفید رو هم دقت کنید، و بعد این تکرار میشه رو نوتای پایین تر دو لا سی سول، و باز یه نوت پایین تر سی سول لا، و اینه، و دوباره تکراره. که اینها دیگه تکراره، ولی برای اینکه توضیح بدیم دوباره از اول این خط چهارم میرم، میشه ری سی دو لا، با چپ از می شروع کنیم، می فا سول لا سی. در واقع این که تو پرانتز هم اومده نوت هاییست که اولیش هم البته دولا چنگ سریع تر اجرا میشه، به این ترتیب اجرا میشه، و این باز حکم واخان یا جواب آواز یا اینو داره. بعد یه نوت پایین تر، و این دفعه از ره با راست شروع میکنیم، میشه ره می فا سول لا، ره می فا سول لا، ره می فا سول لا، و یه دونه نوت پایین تر سی سول لا، و اینجا میشه همون پاملخیه فا سول لا سی دو، دوباره تکرار به همین تر. پس شد حالا شعرش میشه بیشتر